آیا فرقه اسماعیلیه یک فرقه اسلامی است؟ آیا شهزاده کریم آقا خان 49 فرزند امام علی جانشین پیامبر اسلام است؟ ما در این مستند تلاش کردیم تا جایگاه فرقه اسماعیلیه را در اسلام، عقاید این فرقه و امامت شهزاده کریم آقا خان را بر بنیاد آیات قرآنی، احادیث نبوی، منابع تاریخی و همچنان دلایل منطقی مشخص کنیم. پیامبر آخرین روزهای زندگیش را سپری میکرد. فکر میکرد رسالتش را با پایان رسانیده. 23 سال نبوت پرمشقت اما پر افتخار. اواسط سال 632 میلادی حضرت محمد اولین و آخرین حج خود را ادا میکرد. در این هنگام در غدیر خم آیت به پیامبر نازل شد که مسیر تازه ای را برای اسلام مشخص کرد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أي رسول ما آنچه از نزد پروردگارت بر تو نازل شده برسان و اگر نرسانی اصلا پیغام پروردگارت را نرسانده ای و خدا تو را شر مردمان محفوظ نگه خواهد داشت. پس از این وی پیامبر دست علی را بلند کرد و در برابر دست کم 100,000 حاجی فرمود: الا من كنت مولاه فهذا علی مولاه. هر آن که را من مولای او هستم بعد از من علی مولای اوست. این رویداد افزون بر این که در منابع مختلف شیعی آمده، تاریخ نویسان مشهور اهل سنت از جمله ابن اسحاق و ابن کثیر نیز در منابعشان این رویداد را یاد کردند. این یعنی اسلام مسیر تازه یافته بود. پس از پیامبر علی باید رهبری مسلمانان را می گرفت. بعد از این رویداد آنهایی که علی را به حیث جانشین محمد پذیرفتند شیعه یعنی پیروی علی لقب گرفتند و علی شد امام اول شیعه. اسماعیلیان باور دارند که امامت حضرت علی پس از گذشت 1300 سال به شکل زنجیره‌ای از امام علی به امام کریم آقا خان چهارم رسیده است. برای اثبات این مسئله اسماعیلیان بر روایت‌های در قرآن، احادیث، منابع تاریخی و دلایل منطقی اشاره می‌کنند. چند نمونه از این روایت‌ها را می‌شود در اینجا نوشت. مثلا در آیه 59 سوره نساء آمده: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أي کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید خدا را و رسول وی را و صاحبان امر خود را. بر بنیاد این آیت اسماعیلیان باور دارند اولو الامر یا صاحبان امر امامان هستند که به دستور الهی بعد از رحلت حضرت محمد صلاحیت و یا امر هدایت مسلمانان را به دست دارند. همچنان در آیه 12 سوره یاسین آمده که وكل شيء احصيناه في امام مبين. و ما همه چیز را در نزد امام آشکار محصور کرده ایم. اسماعیلیان باور دارند که یک امام آشکار از خانواده پیامبر منبع هدایت و رستگاری برای جامعه مسلمانان است. به همین ترتیب در سوره نساء آمده: يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. ای مردم، از نزد پروردگارتان برهان محکم و نور آشکار به سوی شما نازل شده. اسماعیلیان میگویند این نور آشکار در زمانش خود پیامبر بود، بعد از آن جانشینش علی و پس از علی امامان است از نسل علی. همچنان در آیه 103 سوره توبه آمده که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. از اموال مؤمنان صدقه بگیر که با این صدقه گرفتن نفسهایشان را پاکیزه میسازی. بر بنیاد این آیت قرآن اسماعیلیان یک استدلال منطقی دارند. همان گونه که حضرت محمد در زمانش از مال مردم زکات می گرفت تا نفسهای مردم پاک شود، بعد از محمد جانشینش علی و بعد از علی امامان از نسل علی از مال مردم زکات می گیرند تا بر بنیاد این آیت قرآن نفسهای مردم در هر زمان پاک شود. و نیز در سوره اسراء آمده که یوم ندعو کل اناس بامامهم. بیاد آر روزی که ما همه مردمان را با امامانشان در پیشگاه حقیقت فرا می‌خوانیم. مطابق این آیه اسماعیلیان ایمان دارند که در روز قیامت هر گروه از مردم با امامانشان در پیشگاه خداوند حشر خواهند شد. آیاتی که به حتمی بودن یک امام در هر عصر تاکید دارد. اما مسئله امامت تنها در قرآن نیامده. احادیث معتبر فراوان است که به مسئله امامت اشاره کرده است. مثلا در حدیث ثقلین آمده: أيها الناس إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. من در میان شما دو امانت سنگین را به جا می‌گذارم که عبارتند از کتاب الله
و عطرت من یعنی اهل بیت من این دو هرگز از هم جدا نمی شوند. یعنی بعد از پیامبر در کنار قرآن عضوی از خانواده محمد برای امامت و یا رهبری مسلمانان همیشه موجود است. همچنان در حدیث دیگری آمده لو خلت الارض من امام الساعت اللي مادت باهلها، اگر زمین یک لحظه از وجود امام خالی شود زمین با تمام ساکنین آن از میان خواهند رفت. در جای دیگری حدیث از پیامبر در شأن امام حسین امام دوم شیعیان اسماعیلی نقل شده ان الحسین مصباح الهدى وسفینه النجات، حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. با پندار اسماعیلی ها نه تنها امام حسین بل همه امامان از نسل علی که نسلشان هرگز قطع نشده و غایب نمی شوند هر یک در عصر زمانشان چراغ هدایت و کشتی نجات هستند. در اینجا و برخی از دلایل منطقی نیز برای وجود امام در هر عصر و زمان می توان اشاره کرد. به گونه مثال همانطور که یک رمه از موشی بدون یک چوپان علفزار را پیدا نمی تواند، همان گونه یک انسان نیز بدون یک رهنما راه رستگاری را پیدا نمی تواند. یا مثلا شما در شب به جای سفر می کنید، بدون یک چراغ و یا نوری که راهتان را پیدا کنید سفر نمی توانید. همین گونه امامان نیز چراغ راه هدایت و رستگاری هستند. یا همان گونه که یک توته گل با تلاش یک سفالگر به یک ظرف سفالی زیبا تبدیل می شود، همین گونه یک انسان نیز با کمک یک استاد حقیقی یعنی امام و مدارج بالای انسانی می رسد. بر بنیاد چنین دلایل است که اسماعیلیان به یک امام حاضر برای هدایت باور دارند. امام اول شیعان اسماعیلی علی بود. این امامت پس از گذشته نزدیک به 1300 سال حالا به 49 فرزندش حضرت شاه کریم الحسینی ملقب به شهزاده کریم آقاخان چهارم امام حاضر اسماعیلیان رسیده است. اما فرقه اسماعیلی چگونه شکل گرفت؟ تاریخ سلسله امامان اسماعیلی از کجا و چگونه آغاز شد؟ و این امامت بعد از گذشته تقریبا 1300 سال چگونه به شهزاده کریم آقاخان رسید؟ بر بنیاد آثار محققان و تاریخ نویسان تاریخ امامت اسماعیلی را میتوان به 10 بخش ظهیر تقسیم کرد. امامان اولیه شیعان اسماعیلی: علی، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، اسماعیل، محمد بن اسماعیل. این امامان در میان سالهای 632 الی 806 میلادی در شهر مدینه میزیستند. پس از درگذشت جعفر صادق و اسماعیل پسر کلانش را به حیث جانشینش برگزید. آن دست پیروان جعفر صادق که امامت اسماعیل را پذیرفتند به اسماعیلیه یعنی پیروان امام اسماعیل ملقب شدند. نام اسماعیلیه نیز از همان وقت تا کنون باقی مانده. امامان دور اول صدر یا زندگی پنهانی: وفی احمد تقی محمد رضی الدین عبدالله بین سالهای 806 الی 881 میلادی در شهر سلمیه سوریه زندگی داشتند. البته به خاطر دشمنی های فراوان پیروان مذاهب دیگر اینها از عربستان به سوریه رفتند و با مخفی کردن هویتشان در لباس تاجران زندگی می کردند. امامان دور خلافت فاطمیان: محمد مهدی قائم به امرالله، منصور بالله، معز، عزیز، حاکم به امرالله، ظاهر، مستنصر بالله و نزار. این نوع امام خلفای امپراتوری فاطمیان بودند. اینها در میان سالهای 881 الی 1059 میلادی از سوریه به مصر رفتند و در آنجا یک امپراتوری شکوهمند را به نام فاطمه دختر پیامبر ایجاد کردند. دوره پسا خلافت فاطمی: امام هادی، مهتدی، قاهر. این سه امام در میان سالهای 1059 الی 1164 از مصر به تونس و لبنان مهاجر شدند و در این کشورها به شکل مخفیانه زندگی کردند. دوره آلموت در ایران امروز: حسن علی ذکر السلام، علی محمد، جلال الدین حسن، علی الدین محمد و رکن الدین خورشا. این امامان اسماعیلی از لبنان به ایران رفتند و در میان سالهای 1164 الی 1257 میلادی در قلعه علموت ایران زندگی داشتند. دوران پسا علموت، سیومین دور صدر یا زندگی پنهانی: شمس الدین محمد، قاسم شاه، اسلام شاه، محمد ابن اسلام شاه در بین سالهای 1257 الا 1464 از علموت فرار کردند و به گونه مخفیانه در آذربایجان امروزی و شهر کهک ایران میزیستند.
دوره احیای دوباره در انجودان ایران، مستنصر بالله دوم عبدالسلام غریب میرزا. این سه امام در میان سالهای 1464 الا 1498 در شهر انجودان ایران دوباره هویتشان را علنی کردند. دور چهارم سطر در زیر چتر امپراتوری صفوی ها، ابیذر علی، مراد میرزا، ذوالفقار علی، نوردین علی، خلیل الله علی، نزار، سید علی. این امامان در میان سالهای 1498 الا 1736 در شهرهای کهک و انجودان ایران به صورت مخفیانه زندگی داشتند، زیرا سوی دولت صفوی ها و دلیل عقایدشان زیر تحقیق بودند. ظهور دوباره پس از امپراتوری صفوی ها، حسن علی، قاسم علی، ابوالحسن علی، خلیل الله علی. این امامان در میان سالهای 1736 الا 1817 در کرمان ایران دوباره هویتشان را علنی کردند و با پیروانشان آزادانه بازدید می کردند. عصر مدرن امامان اسماعیلی، آقاخان ها، شاه حسن علی، آقاخان اول شاه علی شاه، آقاخان دوم سلطان محمد شاه، آقاخان سوم. آقاخان اول نخست در شهرهای کرمان و محلات ایران زندگی داشت، اما پس از آن در شهر ممبئی هند امروزی سفر کرد. آقاخان دوم و سوم در هند زندگی داشتند. شاکری ملحسینی، ملقب با آقاخان چهارم، 49مین و امام حاضر اسماعیلیان، در 13 دسامبر سال 1936 میلادی در شهر جنوای سوئیس به جهان آمد. وی در سن 20 سالگی از سوی پدر بزرگش سلطان محمد شاه آقاخان سوم برای رهبری فرقه اسماعیلیه انتصاب شد. شاکریم در 11 جولای 1957 میلادی در کشور کینیا بر تخت امامت نشست. حالا وی بیشتر از 60 سال می شود فرقه اسماعیلیه را رهبری می کند. امامتی که 1300 سال پیش با انتصاب علی آغاز شد حالا به شاکریم رسیده است. اسماعیلی ها در طول تاریخشان از سوی پادشاهان و امپراتوری های قدرتمندی از جمله اموی ها، عباسی ها، سلجوق ها، چنگیز خان، صفوی های ایران و خیلی های دیگر مورد تختاز، تاراج و قتل عام قرار گرفتند. اما این فرقه با تحمل تمام این سختی ها روابطشان را با امامشان همیشه محکم نگه داشتند و پس از هر بار پایمال شدن همچون ققنوس دوباره از خاک برخواستند، زنده شدند و پر کشیدند.